ترانسفورم. به ویدیویی که دوست عزیز بنده همکار چند ساله بنده عباس حجت‌پناه تهیه کرده، عباس حجت‌پناه خودش نقاشه، مجسمه سازه، ویدیوگرافره، کارگردانه، ازش خواهش کردیم، بنا به خواهش ما این ویدیو رو تهیه کرده. به این ویدیو توجه کنید، برگردیم و با میهمان عزیزمون بیشتر صحبت کنیم. آزاده قطبی، نقاش. پرسیده بودین که از کی، از چند وقته که نقاشی میکنم؟ والا از بچگی خیلی احساس نزدیکی میکردم به هنر. پدر مادرم خیلی موزه منو میبردن، فستیوال شیراز از بچگی رفتم. خیلی هنر مدرن اتفاقا از بچگی دوست داشتم، ولی با اینکه خب تو بچگی خیلی نقاشی کردم، بزرگ وقتی شدم به خودم اجازه نمیدادم که فکر کنم منم هنرمندم. رفتم دنبال کار، رفتم دانشگاه، رفتم بیزنس سکول، MBA گرفتم و همیشه نقاشی میکردم، ولی فکر میکردم خب من که هنرمند نیستم، اینو فقط برای خودم میکردم. ولی یه روزی دیدم که هیچی دیگه به قدر نقاشی کافی نیست برام، کاملم نمیکنه، و یه روزی دیگه تصمیم گرفتم که فقط نقاشی کنم. فکر میکنم سال 2003 بود که برای اولین دفعه کارمو واقعا نشون دادم. Asia Society یه benefit auction داشت و من دوتا از کارامو بهشون دادم و خیلی برام جالب بود که ببینم که کسایی که منو اصلا نمیشناختن و تعارف ایرانی هم نداشتن اتفاقا کارمو دوست داشتن. اولین دفعه بود که ریاکشن که از دیگر رو دیدم رو کارم، و از اون وقتی که شروع شد. چند تا اگزیبیت داشتم در بیشتر نیویورک، برکه اونجا زندگی میکردم، ولی پاریس، لندن و الان آلمان که زندگی میکنم. اتفاقا الان فرانکفورت یه اگزیبیشن هست، از هفته دیگه گالری مریم سیهون در لس آنجلس، و فکر میکنم آخرهای آوریل در لندن. اولین دفعه که نقاشی کردم با سبک ابسترکت، چون که بیشتر دوست داشتم اونطوری شروع کردم. همیشه هم بیشترم کارم از ابسترکت بوده، ولی مثلا تو رنگامیزی اول که شروع کردم، سالهای اول همیشه خیلی مونوکروم بیشتر کار میکردم، با رنگای خیلی تیره، بیشتر سیاه و خاکستری. ولی یواش یواش با سن، با اکسپریانس، با کارهایی که بیشتر کردم، اتفاقا خیلی رنگ بیشتر اومد تو کارم. و پازلینگ ستوریز مثل it's like a conclusion of much experience، یعنی چون که خیلی دیدم و فکر کردم درباره زندگی سختی‌هایی که از ایران در اومدیم، چه سختی‌هایی کشیدیم، دوباره همه چیزو از سر ساختیم، سعی کردم یه جوری با اینکه ابسترکت کار میکنم، داستان آدمایی که زندگیشون شکسته شده، تیکه پاره شده، ولی تونستن نیرو و زورشو پیدا کنن که دوباره از سر درست کنن، چطوری من اونو نشون بدم توی نقاشی ابسترکت. پازلینگ ستوریز اینو نشون میده. پازلینگ ستوری اگر ببین نگاه کنین از نزدیک، همش با برش‌های تیکه تیکه پاره شده یه نقاشی اصلی است. این یه نمونه یه پازلینگ ستوری، مثل زندگی خودمونه، زندگی کسایی که انقلاب دیده شدن، زندگی و داستان زندگیشون تیکه پاره شده، پراکنده شده، هر فامیلی یه بخشش یه جاست، ولی تونستن تو خودشون زورشو پیدا کنن، نیروشو پیدا کنن که از سر یه زندگی دیگه توی کشوری که اصلا زبونش هم ممکنه خوب نمیشناختن، دوباره برای خودشون از سر یه زندگی تازه درست کنن
و این پازلینگ ستوری زندگی ایناست. اگر نگاه کنین همش تیکه های پراکنده شده یه زندگی است که با هم یه مجموعه یه داستان دیگه میگه و داستانی که پیچیده تر ولی جالب تر ممکنه حتی زیباتر باشه. ولی اگر از نزدیک دقت کنین میبینین که هر تیکه شکننده تره و ریشه خودشو گم کرده، ولی یه جوری خودشو وصل کرده و یه زندگی یه داستان تازه برای خودش درست کرده، مثل زندگی خودمون. به لس آنجلس اومدم برای نمایشگاه گالری سیهون و همش کارهای خیلی تازه درست کردم بر از پازلینگ ستوریز که یکیش همینه که پشتم میبینین و دو تا اوپنینگ خواهد بود، یکی شنبه 23 فوریه بین 6 و 9 اگر نتونستین بیاین، فرداش هم یه اوپنینگ دیگه هست، یه شنبه بین 2 و 5 بعدم میتونین برین آسکارز رو نگاه کنین. خیلی خوش آمدید خانم آزاده قطبی، خیلی خیلی خوش آمدید. این صحبتی که شما کردید مثل این که زندگی اکثر ما ایرانی هست دیگه و این که از یه جا کنده شدیم اومدیم یه جا دیگه با یک فرهنگ دیگه با یه زبان دیگه و در صورت بهتون تبریک میکنم با این کارتون. بسیار زیباست، خیلی آیه. شما اولین بارتونه که نقاشیتون رو در لس آنجلس میارین؟ بله، ولی قبلا داشتن در کدوم شهرهای؟ بیشتر تو نیویورک. بله، چندین تا نمایشگاه اونجا داشتم، یه دونه پاریس بود، یه دونه لندن بود، جای مختلف، ولی بیشتر نیویورک. ولی خیلی خوشحالم که شهری که انقدر ایرانی زیاد هست بتونم برای اولین دفعه لس آنجلس. جای خوبی هم این کار رو میکنید، خیلی جای خوبی. حواتونم فوق العاده است، ممکنه نتونم برگردم فرانکفورت. پس آدم ربایی زیاده اینجا، مواظب باشید میدوزنتون. ولی این که اکثر مردم در ایسکوست زندگی میکنن، روز اول ژانویه وقتی روز پرید میبینن میرن چه هوای اینجا میان و میان به کالیفرنیا. در صورت ما خیلی خوشحالیم که چند روزی در کالیفرنیا خواهید بود. البته فرمودید شنبه و یک شنبه، ولی بعد دوباره سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه آتیش هم. بله، تا اول مارس. بله، بله. آیه کسرا میگفتن که داییشون هم همین سبک نقاشی رو دارن. بله بله، دایی منم نقاشی میکنه، سال هاست که نقاشی میکنه. ایشون هم دیر شروع کرده، البته حدود 50 سالگی یهو گفت من هیچ کار دیگه جز نقاشی نمیخوام بکنم. دو سه سال خودش رو حبس کرد. بعد از این دو سه سال اول یه مقدار خانواده همچین شک داشت، ولی بعد از دو سه سال واقعا کارایی رو که اومد یورو کرد، سورپرایز کرد، خیلی خارق العاده بودن. خانومم که ماشاءالله نمیدونید چون واقعا هنرمند واقعی هستن، ممکنه برای ما یه نقاشی باشه، برای ایشون داره یه کتاب می‌نویسه. می‌دونی هزاران سخن و پیغام و بخش‌های مختلف، فصل‌های مختلف. خب یه زمینه‌شو دیدیم تا شما توضیح می‌دادید. اینا ببخشید واسه کارت شما بچه‌م دارین؟ نه. این بچه شماست. بس. در واقع بیبی شما. هر دو تا رو نمی‌شد. تصمیمم این بود که میشه. شما هنوز خیلی جوان هستین. ایشون هم جالب اینجاست که ببینید ام بی ای رو گرفتن، رفتن دنیای مادیات رو از نزدیک دیدن، حرفش هم مستر کردن، بعد دیدن نخیر، هنوز که هنوزه اون حرفه‌ای که 100 سال پیش همه رو گرفته بود و معتاد خودش کرده بود، نقاشی خیلی داغ بود 100 سال پیش بودن. به جای اینکه مردم برن هنر پیشه بشن، گفتم هم نقاش بشن. ایشون داره واقعا یه کاری رو میکنه که به نظر من واقعا بی‌نظیره و سالها همه لذت خواهند برد. گالریتون کجاست تو نیویورک؟ گالری به خصوصی نبود، تو چندین تا گالری مختلف داشتم. ریسپاند مردم، یعنی آدم‌های که غیر از ایرانی بهتون بیشتر توجه میکنن یا ایرانی‌ها؟ اتفاقا بیشتر در خارج بوده. میدونید در اینکه الان اولین بار گالری سیهون که همه میدونیم معمولا از هنرمندای ایرانی، نقاشای ایرانی دعوت میکنه، این اولین باره که در یک همچین گالری هستن. قبلا در آلمان بودن، پاریس بودن و برای کسی که در سنین خیلی
پایین از ایران خارج میشه خیلی خوب فارسی صحبت میکنید شما. بله خیلی. زبانهای دیگه هم صحبت میکنید شما؟ فرانسوی، بلکه مدرسه رازی میرفتم، لیسانسم رو به فرانسوی گرفتم، یکم اسپانیولی ولی نپرسین خیلی و آلمانی رو شروع کردم ولی بله. خیلی زبان سختیه. انگلیسی هم که راحت صحبت. بله و در ارشاد ما خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم، ولی کاری که هست در اینجا من امیدوارم هموطنان عزیز که خیلی زیبا گرفته شده، اولا این کار دوست ما این آقای حجت‌پناه رو من سالهاست میشناسم، با هم کار کردیم، از در وطن عزیزمون کار کردیم، اینجا کار کردیم، خیلی زیبا گرفته، نقاشی خیلی خوب نشون داده میشه، ولی باید دوستان بیان و از نزدیک ببینن این کارو. بله برای که اصلا البته کارشون فوق‌العاده بود، خیلی لطف کردن از فیلم گرفتن از کارا، ولی از نزدیک باید این برش‌ها رو ببینین، برای که توی عکس بعض وقتا اصلا معلوم نیست، آدم فکر میکنه خط خطه، ولی وقتی که از نزدیک نگاه میکنین، خوب دقت میکنین، میبینین که تیکه پاره شده این تابلو. و چیزی که میخواستم نشون بدم اینه که اگه از نزدیک نگاه کنین، دقت کنین، تقریبا یک چهارم هر باند نقاشی پنهون زیر باند دیگه، و برام سمبولیسم این بود که آدم وقتی که سختی داره، زندگیش سخت بوده، همیشه نشون نمیده به همه، یه مقدار رو برای خودش نگر میداره. بله میگم که این داستان همه ماست، که خب در وطن عزیزمون هر کسی مشغول یه کاری بود، بعد میایم اینجا و اکثرمون از صفر دوباره شروع میکنیم و در یک کشوری که خب وطن ما نیست، زبونش نیست، فرهنگ ما رو نداره، ولی در صورت این کاری که کردید به نظر من خیلی جالبه و من حتما دوست دارم به هموطنان عزیز بگم که بیان از نزدیک. خوشبختانه هم شنبه شنبه هاتی هست، هم هفته آینده تا اول مارچ در این نمایشگاه بیان و کارهای شما رو از نزدیک ببینن. معمولاً یک همچنین کاری کردن، شما فرمودید 10 سال الان که دارید این کار میکنید، وقتی شروع کردید 10 سال نشون میدم، قبلا کار کرد، ولی تو این مدت که شما این نقاشی رو میکردید آیا مشوق داشتید؟ معمولا بعضی موادم یه کسی باید آدم تشویق کنه که بله. بره یه الگویی هست، یه بله. یه یعنی سمبولیست که شما سمبولتون کی بوده؟ مثلا اینسپایر همه چی، زندگی، خوشی های زندگی، سختی های زندگی، کسی که کمکم کرد که بتونم آرتیست فول تایم بشم، بعد تشکر از شوهرم بکنم برای که خیلی تشویقم کرد که بتونم واقعا ول کنم و بگم ایتس اوکی، میتونه آدم آرتیست باشه. خیلی مشکله نیست؟ خیلی، مخصوصا کسی که از دنیای پرکتیکال یا بیزنس بعد ام بی ای میاد، چون میدونی که درست به نظر من opposite end of the extreme هستن، این بر میگه نه 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 همه چی باید practical باشه، اصلا راهی برای subjective بودن نیست، همه چی objective باید باشه، هنر درست همه چی subjective و درست برعکس حساب کتاب MBA هست. این خودش وحشت داره، نه اون مسیر رو که اومدین کاملا ریورس بزنین این بر بیان، وحشتی داشت یا نه؟ خیلی. و فکر کنین وقتی آدم برای یک کمپانی دیگه کار میکنه، من تو مارکتینگ بودم، کوزمتیکس مارکتینگ، خب اونم یه جورای هنری بوده البته، بله به یه مقداری، ولی خب مثلا کرمی که درست میکنین اگر خیلی خوب کسی نخری عیب نداره، برای که فقط کار شما نبود، کار مثلا بالاخره همه کار لوغیال بود، ولی وقتی که نقاشی خودتونه، وقتی که یکی مثلا نپسنده، مثل که شما خودتون رو نپسندیده، مثل که فکراتون رو نپسندیده، خیلی آدم هر با هر نقاشی بکنید، مثلا 100 تا نقاشی کنید، با هر نقاشی مثل که دنبال اینی که همه بگن دوست دارن دوست ندارن شما، نه صد در صد. من تنها مثالی که میتونم بگم که آقای بتهوون در اواخر زندگیشون با این حالی که شنواییش از دست داده بود، خودش اقرار کرد من معتادم به این که برام دست بزنن، سمفونی شماره 9 که نوشت بلند شد ببینه دارن براش دست میزنن یا نه، و حدود 10-15 سال وحشت داشت که کار آخرش رو ارائه بده، گفت چون دائم الخم شده بود دیگه، اونی که قبلا بود نبود، نمیدونست مردم براش میستن یا
نه. وقتی سمفونی 9 رو به اصطلاح اجرا کرد و اولین اپراتیک سمفونی رو اختراع کرد، دید همه سالن به اصطلاح دارن براش کف میزنن، گفتش که من آمادم برای مرگ. ایشون گفتن که مثل بچه‌شون میمونه، مثل بچه‌شون میمونه. آره، وقتی بچه‌ش هم نگاه میکنه ببینه داره جلو چشش بزرگ میشه، هم میخواد اپروور بگیره از همه. آره، بچه‌مون دوست داشته باشیم، پسر خوبی، دختر خوبی، 100%. ولی باید قبول بکنیم که کاری هنری رو نظرها مختلفه درباره کار هنری، و من از این جهت واقعا خوشحالم که مشاور شما همسر شما بوده، چون you're taking a chance، چون آدم از یک کاری که وجود داره میره توی همچین کاری، ممکنم هست که شما از این کار میلیاردر بشید، میدونی در آتیه همه چی امکانش هست. That's true. ولی you're taking a chance. ولی کن از این که مورد توجه قرار گرفته که چند تا نمایشگاه گذاشتید و اومدن دیدن، و مخصوصا من دیدم، خب اینجا از با نقاشان مختلف صحبت کردیم، معمولا مارکتشون یه گروه مخصوصیه، ولی شما بین المللی کارتون، یعنی در آلمان بوده، در پاریس بوده، در آمریکا بوده. این کار من فکر میکنم با کاری که ما الان دیدیم و از نزدیک دوستان بیان و در گالری سیهون ببینن این اثر خوب بذاره، میدونید آدم نمیدونید واقعا نهایت نداره، میدونید. در هر صورت خیلی ممنونم از اینکه امروز اومدید به استودیو، از شما خیلی متشکرم. پس با امید اینکه دوستان بیان از نزدیک کار رو ببینن و یک همچنین کاری که داستان زندگی هممونه، هر کسی بیاد اونجا ببینه و احساس میکنه یه ریویو میشه، بله، خودشو ببینه، خودشو در اونجا ببینه، خیلی اونم با این کار ابسترکت، میدونیم مثلا کارهایی درست میکنن که مثلا کمال و ملک میکشید، یه خط دیگه ای بود، میدونید. ولی با این کار مردم بیان و خودشو رو در اونجا ببینن، That's fantastic. من مطمئنم شما موفق. منم مطمئنم. کاراشون ماشاءالله خیلی قاعدتا مدرنه و احساس میکنم که خیلی به دل این ایرانیان مدرن امروز میشینه. به نظر من ایرانی‌ها این دور زمانه دکوراسیونا رو که می‌بینیم خیلی مینیمالیسم کار می‌کنن. می‌دونید کمتر بیشتره و شما کارتون یه جنبه ابستراکت مینیمالیسم هم داره. درست دارم میگم؟ برای من احساس می‌کنم عاشق این باید بود، خواهند بود که بذارن کاراتون و آثارتون رو روی دیوارشون لذت ببرن. و واقعا بعد شما رو تعظیم کرد به خاطر اینکه ایشون یک شخص خیلی خارجی هستن. از همه جای دنیا رو رفتن، از نزدیک زیر پوست خودشون گذاشتن، از فرانسه تا آلمان تا آمریکا و ایران، و یک نماینده بسیار خوبه، هنرمند بسیار عالی هستین که این ببخشید من یه سوال دارم. گفتین که شما چنج کردین، از یعنی عوض کردین خودتون، از بلک سیاه و سفید رفتین توی رنگی، چی شد که به رنگ گفتین اونجا؟ ولی میخوام بازم بگین که چطور شد به اون رنگ؟ فکر کنم تا یه مقداری طبیعت شروع کردم. تو طبیعت نگاه کنین خیلی سیاه و تاریکی نیست، و یه دفعه دیدم شروع کردم یواش یواش رنگ استفاده کنم. خیلی رنگ استفاده نمی کنم، یعنی مثلا هیچ وقت بیشتر از سه رنگ نیست، البته رنگایی که مخلوط میشن و وقت مثلا 6-7 تا رنگ میشه، ولی رنگای میزی که به طبیعت ربط داره، اگه مثلا یه سبز استفاده کنم، یه آبی استفاده میکنم که با هم میخورن، دیدم نمیرم دنبالش، نمیرم برم یه گلو پیدا کنم که دقیقاً همون، ولی it comes naturally. یه مثلا نارنجی اگه استفاده کنم، یه قرمزی که حس میکنم دیدم تو طبیعت. بله. از شما خیلی متشکرم خانم، امیدوارم که دوباره به لس آنجلس بیاید در برنامه امروز شرکت بکنید، و من میدونم که هموطنان عزیز یک همچنین کاری رو حتما استقبال خواهند کرد. موفق باشید در کارتون، و اجازه بدید که یک کار بسیار ویدیویی بسیار زیبایی داریم از وطن عزیزمون، از ماسوله، و ماسوله در گیلان، که فکر کردیم بهترین کاریه که میتونیم بعد از این نقاشی پخش بکنیم. خیلی متشکرم از شما.
جره ی دگوده بو غبای گالشی آها بوگو امره تو جر بو ما بو زحمت بکشی آها بوگو آخه می چره چرانه هی هی می چره چرانه هی هی ایم شب شیمی بخونه دور شیرینی بخورانه آها بوگو گه بگو تمنیه شو بگو تمنیه افته با آن سنگینه جرگی تمنیه چندی مو پوست و بکنم ای پرده غاله آها بگو چندی نیاه و بکنم بلندی بلاره آها بگو بلندی بالا و نگوده بو میدیل کاره آها بگو امروز نشست و بکنی فرد دوباره آها بگو آخ میچینی کاسه ای قربان بشو بلاکوی چیچه براسه آها بگو آخ میچینی قوری تازه یارم بگیده بو چشم کوری آها بو خود دیو بو تمنیه شو بو تمنیه افره با اون سنگینه گلی تمنیه محمد خاتمی و همسرش با دختران موسوی و رهنورد دیدار کردند و درباره برخوردهای صورت گرفته با آنان ابراز تأسف کردند. وبسایت کلمه گزارش داده که محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، همراه با همسرش با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار داشتند و درباره برخوردهای اخیر صورت گرفته با آنها اظهار تأسف کردند. خاتمی در این دیدار ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر این نوع رفتارها متوقف شود و کارها با درایت و رعایت قانون